بود. ناتو که در افغانستان آمد اینه، ولی ما در توافق بون، در اجلاس بون توافق کردیم که برای تامین امنیت قوای حافظ صلح بین المللی وارد افغانستان شوند. یعنی عطا محمد نور رسه پایشای زیر سیکو استاید زیر سیکه گوشت سگ سر ما نخورن دانمی مردم. امی طالبان آمد نگفت که در فلانی فابریکا خر کشته میشد، سگ کشته میشد. ای سه سرک ما را جور نکد، خانای زورمنده و غاصبین چپه نکرد، سنگارا که در دان خانه خود هر کسی که یک چهار پول داشت در دان خانه خود سنگ مانده بود کوچه را بند کرده بود، امی طالب پس نکرد. امی طالب امنیت نورده بر موتو. سعی کنین دوستای عزیز، عطا محمد نور خان، این مردم امروز میای بر طالبان میگه که شما اینی عطا محمد نور رسه پایشای زیر سیکو استاید زیر سیکه اینی نور است. نه امروز اینا میای بر امارت اسلامی میگه بر طالبان میگه که ما غیژدینشین نبودیم، ما خیمنشین نبودیم. صحیح است؟ اگر قرار مگه اگر سیال باشی یک گبر بس از خوب، ما پشتونم نیستم. خب مگم اگر سیال باشینم یک جمله را که برتان میگم بر تمامتان از الف تا یاره، از دوستم شروع مر رقم یا امپان تا به اونم سرور دانش تا به میبینم نواسای کاظمی و هر کسی که هست، کس خفم نشو از من. در طول 20 سال قصر آباد کردی، در طول 20 سال قصر آباد کردی، امروز از داخل غیژدی میاد داخل خانه میشینه زندگی میکنه. ای برای تو مرگ خوب است، برای تو مرگ خوب است. نه جور کردن، نه زحمت کشیدن، نه کار کردن، نه دیگه. تو جور کردی، شیشای زیر نصب کردی، بهترین سهولت برشون جور کردی، امروز آمد. مارشال در تاریخچه مارشال، وقتی که ما مارشال را میخوانیم، مارشال باید با یک کشور جنگ کرده باشه، در فتح یک کشور دست داشته باشه. امروز 4 تا موتورسیکلتی 4 تا قنداری آمد، مارشال موتور در ترکیه دوانده میفلن مرض گرفته شه. امی فعلا در تخت خو خود خو است، تشناب خود تو سر خود بیرون رفتن میتونه، تشنابش سرش میره، از او چپرکتکایی که زیرش سوراخ است پاک میمانه بر مارشال موتو. امروز کسایی که میگفت اینجا سرزمین پارس است و اینجا نمیفهمم از کوههای سلیمان آمدین، از کوههای فتح خان آمدین و فلان آمدین و فلان آمدین، امروز تمامشان در غرب زندگی میکنه و در یک حالت در یک زندگی بسیار بدبختی، در یک زندگی بسیار بد، در یک حالت بسیار بد، با سر خم به مردم خود نشان دادن نمیتونن. عبدالله محب در انگلیس برآمده بود، دیدی که این توف کردن سرش بینمی رقم هر کدامشان. دوستم در ترکیه در نماز عید در ترکیه دو تا سه تا عسکر را در پشت سر خود استاد کرده بود. تو در خانه خودت در ترکیه و جای در خانه خودت احساس امنیت کردن نمیتونی. افغانستان میایی و یک پیغور دیگه از طرف خلیلزاد واضح و آشکار گفت اگر شما در فکر ازی هستین که دوباره امریکا شما را موتورای لنکروزر زره و امفور و پیسه براتان میته، سیکوریتی براتان میته، اینا خو است، خلا شد رفت. واضح براتان گفت، یکی طلاق سیاسی است، یکی به زبان خود میگه برادر قن شما مزدور خوبم برای ما شده نمیتونین، نمیخوایم اتون طالب باشه نباشه، طالب بره نباشه، شما را نمیخوایم، یکی خلاص. و مردم افغانستان همچنان شما را نمیخواه. شما این رقم عشت جبری وارستین، کسی که قطبازی کرده باشه عشت جبری وارستین، شلستین برادر خان، شلستین. احمد مسعود یک گپ را میزنه که یک طفل 5 ساله را مگه برش بگی، یک طفل 5 ساله میخنده. احمد مسعود میگه طالبا به نظر به کدام آرا آمده دولت به دست خود گرفته. یک شخص نیست پرسان کنه بچه تو به کدام آرا رئیس جبه مقاومت خود را اعلان کردی؟ به کدام آرا؟ به کدام اجازه؟ با تو کی اجازه داده که تو رئیسی تو از یک جبهه ای که نام افغانستان سر از اون ماندگی است از او چی میکنی نمایندگی میکنی؟ طالب حداقل 34 ولایت افغانستان گرفته، در 34 ولایت افغانستان پشت پر زدن نمیتونه پیشش. خودت در خارج چشتی تو به کدام اجازه خود را رئیس جبهه مقاومت میگیری؟ تو هیچ افغان نیستی، کسی که افغان نیست تا مورد دشمن خودم خطاب نمیکنیم. تو سیال مم نیستی، عبدالرزاده مم نیستی که تو امروز در غرب ششتی. هر گپی که میشه روس تو کشور دوست و برادر خواندی، پدرت با روس جنگ کرده بود، یادت باشه احمد مسعود، که سیاستت آنقدر طفلانه و اشتکانه است. کسی که تو را ادوایس میده، کسی که تو را پیش میکنه، گفته عامیانه‌تر برتون بگم، کسی که تو را هشت میکنه،
اینا کسایی هستند که فقط به خاطر جیب خود، به خاطر سرمایه سیاهشان، سرمایه سیاهشان نبره، سر تو سفید میکنه سرمایه خود، سر تو سر پولای خود میشه. یادت باشه احمد مسعود که طفل هستی، جوان هستی، اما ادامه تحصیل برای تو خیلی خوب بود و خود در طول 3 سال ما که میبینم آنقدر پیر شدی، آنقدر وضعیتت خراب شد، حتی دندانهای دفتیده، حتی تو کلار آل نمیتونی که از دست می بچه های تیک تاک آل تو کلار در سر خود مانده نمیتونی، به خاطر که اگه عادت به مرگ بر تو شده بود، پس بان پیش بان پس بان آل او رو دقات لنگ دیگه دفعه میمانی، یه دفعه در سر زانویت میمانی، اما کلار ماندن تو هنوز یاد نداری، هنوز در جایی نرسیدی که تو به نمایندگی از قوم خودم خیر از خانواده خود گپ بزنی. دموکراسی و آزادی بیان را شعار میتی، شعار دموکراسی و آزادی بیان را میتی، 9 تن زن را در خانه خود قید کردی، 7 تا خوار داری، خوارایت اجازه گپ زدن در میدیا را نداره، زنت اجازه گپ زدن در میدیا را نداره، مادرت اجازه گپ زدن و ظاهر شدن در میدیا را نداره. تو باز می صدای زن افغان میشی و میگی که طالبا باید حق خانما را بده. تو حق سیاسرای خود داده نمیتونی. در غرب زندگی میکنین، پاسپورت های خارجی دارین، زندگی آرام دارین، کسی برای شما مزاحمت نمیکنه، نظام طالب در غرب حاکم نیست، ترس طالب نیست. شما برای خواهرتان، برای مادرتان، همین کسایی که از آدرس شورای نظار میای گپ میزنه، دوستای عزیز بسیار هم تو برادرانه می سوال مرا جواب بدین. اگر کسی دختر طالب را ندیده، اگر کسی خانم طالب را ندیده، طالب میگه که نه خودم حاضر میشم، نه کسی اجازه میتم. هر چیز در قانون و چوکات اسلام. همین کسایی که از دموکراسی گپ میزنه، همین کسایی که از آزادی و دموکراسی گپ میزنه، بیاین برای من نشان بدین چند تایشان با خانم خود آمده در میدیا حاضر شده، چند تاشان با دختر خود با خانم خود آمده در میدیا حاضر شده گفته که اینی فلانی هست، چند نفر آمده؟ حتی محمد نور دخترش از یک فروشگاه انگلند برآمد، محقق اطفال شیر خود خود آورد در داخل میدیا نشان داد که نیه اشتکای ما چون از خودش بود یا نبود. اگر دموکراسی خواستین، اگر آزادی بیان را شما طرفدارش هستین، چرا زنهایتان در میدیا گپ نمیزنه؟ شما سر زن خود از طالب کرده مفکورتان اسلامی تر، با سر زن مردم، سر دختر مردم شما دموکراسی و آزادی بیان میخواین؟ ای هم ناجوانیست نه، ای هم نامردیست. مهربانی بار بله، سلام علیکم، عرض ادب احترام. اول به خود دم جان بیادر، خداوند میگم تو را بیرق رمت بلند داشته باشه، که خدا هزار سال تو را عمر بده، که امواقت ها جامعه را میگی. دوم سلام بر افغان ناسیون برادر. فقط گفتن ما فقط چند وطن دارایی که میسی زیر لایف ماست، اول سلام برشان، دوم امی یک دفعه فکر کنن اینا که امی مقید کی بود، دوستم کی بود، گل بود، امی تاریخچی پیش از جهاد از اینا را اگر ببینن. اینا گفته اگران تو هیچ چیز از زندگی خود نداشتن، فقط امروز از خون و مردم تغذیه شدن، امروز قصرشان اگه میبینیم دیگهشان رو میبینیم، بازم هم این ملت پسر امون استاد میشن، برشان میگن که به حساب خدا پس بیاره پس بیاره. با خدا ما در افغانستان رفتم، من از شبرغان هستم، یک رقمی سر ملت خودی دوستم، اول از مارشال دوستم برتون میگم، یک رقمی ظلم کده به سر ملت ازبک که از هر خانه یکی دو تا شهید شده، از هر خانه بیبی که به حساب دختر نه وارسی کده، یک 6 ماه سیر نشده، شوهرش از بین رفته، پدر از بین رفته، یک رقمی ظلم و ستمی سر ملت افغانستان کرد، خصوصا بخصوص سر قوم ازبک خود که به حد و به اندازه. باور به خدا که میرفتم میدیدم، حتی عشق از شما میامد، خدا گرفتن هم میتونستم. بازه این تیک تاک ما میبینیم که حالا که مارشال قرمان میایه و دیگه میایه دیگه میایه، ایده 30 سال چی کرد که باز میایه بکنن دینی؟ همه قدر این مردم یک کم تفکر ندارن که فکر کنن خو اینمی دوستم 40 سال آمد، 40 سال جنگ کرد، در 40 سال چی کرد برای این قوم؟ غیر که قوم بدبخت کرد، بیچاره کرد، در بدر کرد. باور به خدا کنین که در داخل خود افغانستان هیچ کس دوست ما دوست نداره. اینم 4 تا تیک تاکر اینا رو چی رقم بفهم اون آدم. باره صاحب با عرض بسیار خدمت، خیر است، باز گپایت ادامه بدیم، بر وقت گپایت شما. من فقط با ادامه اون سوالای پیشتر خود یک سوال دیگر هم از ملت غیور، مجاهد پرور، شهید پرور در کوچه تان 4 تا شهید کی است، برای شما ملت یک گفتنی دارم.
قدر دموکراسی را نفهمیدیم، قدر نظام اسلامی را نفهمیدیم. بیاین مردانوار در هر دینی که هستین، اگر دینتان را چنج کردین، اگر مذهبتان را چنج کردین، اگر از اسلام برآمدین، اگر در دایره اسلام هستین یا نیستین، بیاین بیادرانم یک سوال دیگه مرم جواب بدین. 20 سال من 30 سال هستم، 20 سال پیش من 10 ساله بودیم. من فعلا 30-31 هستم، 20 سال پیش من 11 ساله و 10 ساله 11 ساله بودیم. 10 ساله خونه سیاست هم میفهمه، نه صحیح تصمیم گرفته میتونه در زندگی خود. 10 ساله کسی هست که پدرش میگه بچه از اینمی چار دیگر اون طرف اگر خانه آمدی دیگه باز نان نیست، ما را به اون رقم خانه می آمده. من 20 سال پیش من یه سیاست چیزی را نمیفهمیدم. در طول 20 سال که نه 30 ساله شدیم، در جریان این 20 سال که 30 ساله شدیم که نوجوانیست، جوانیست، پخته میشی، هر چیز را میفهمی. در اینمی سنین بر من طالب را تروریست معرفی کرده بود. کی؟ کرزی، غنی، دکتر عبدالله، امرالله صالح، مسعود، بچه مسعود، ربانی، حکمتیار، سیاف، احمد، محمود، کلبی، مقصود، اینمی مردم، اینا رو بر ما تروریست معرفی کرده بود. سوال طولانی است، اما بسیار با هدف بسیار خرد میتونم این رو براتون بیان کنم. در طول 20 سال به اینا کی رای داد دوستا عزیز؟ در طول 20 سال اگر سفیر شد، اگر وزیر شد، اگر رکی شد، ما تو رای دادیم سیز؟ کلک ما تو بخاطر رای دادن به اینا قد شد. در روز رای دادن بر از اینا 1001 رقم خطر می گرفتیم که بریم بر از اینا رای بدیم. تمام بدبختی را دیدیم، تمام مشکلات را دیدیم، ما بر از این مردم رای می دادیم سیز؟ در طول 20 سال هم طالب بر ما تروریست معرفی شده بود. دمی 15 اگست ما را بینمی تروریست مردم کی تناماند علاقت فرار کرد؟ اینی را بر ما جواب بدین. من نمیگم که شما طرفدار دوستم و کرزی و احمد محمود نباشید، فقط نمی سوال مرا جواب بدین. دمی 15 اگست سال 2021 ما را به طالب کی تسلیم کرد رفت؟ اینه میره برای ما جواب بده. ما میگم دوستم از خون ما هر قدر خورد نوش جانت، احمد و محمود و کلبی و مقصود هر قدر خورد نوش جانت، ای کاش یک فایر میکدی که میگفتم او برادر قن خانه زره داشت خو یک فایر کدی، ای کاش که دمی پای دست دشانت یک مرمی میخورد. با والله قسم از عمر بسیار زیاد با عزت بود از اینکه رفتی فرار کردی. من نمیگم احمد و محمود، از اینمی سرک تا پچاگه میگم، از سرک تا پچاگه میگم. 20 سال منت ناتو را کشیدیم، زیر دست ناتو تمرین کردیم، نان خرج ما را ناتو داد، کشور ما را اشغال کرد، از گوش رئیس جمهور ما گرفته در قاطع عسکرهای خود شان، تاجک و پشتون و ازبک و هزاره را به اندازه یک سر سوزن، به اندازه یک سگ ارزش نمیداد آمریکایی. آمریکایی که تو را میگفت 15 متر در تانک من نزدیک نشد، پشتون هم میبیدید فرقت میزد، تاجک هم میبیدید، هزاره هم میبیدید، هر کسی میبیدید. امی هر کاری که دلش خواست کرد، مناطقی که طلا داشتی، مناطقی که زمرد داشتی، مناطق جای خوب خوبه، رفتن چهار طرفش سیم خاردار گرفتن، یک دانه درخت در وسط شان چهار دانه میخ کوکا کرد، گفت برادر عزیز اینجا پیر صاحب دفن است، اینجا هر کسی که اینجا یک میخ درخت بزنه تو خالش جور میشه، اینجا هر بچه جوانی که دختر دوست داره، دختر که او رو خوش نداره، میخ گرفته بیا اینجا بزن دختر راضی میشه. موتور به این رقم چیزا مخته کرد، باز یک بم امان انفجار داد، باز روزی که انفجار کرد با ساحه را کلانتر کرد، گفت برادر قند اینجا طالب ها آمده، این ساحه را باید ما و شما زیر کنترل خود بگیریم تا که از سایه طالب ایرا پاک کنیم. طلا بود، مدن بود، هر چی بود از اینجا میکشید و ما و تو هم خوش بدیم که آمریکایی آمده زیارت موتور جور میکنه. آمریکایی آمده هزاران دونه زیارت آمریکایی نپرانده نمیره قمید افغانستان، اول زیارت های فیک خودشان جور کرد به نام پیر آقا، به نام کور آقا، به نام کر آقا، به نام شل آقا زیارت جور کرد در جایی که مدنای موتو بود، در جایی که یورانیوم زیاد بود، در جایی که الماس زیاد بود، در جایی که طلا زیاد بود، هر آن چیزی که بود اول زیارت جور کرد، بیروبار ما را زیاد کرد، یک انفجار داد، یک 200 نفر اونجا کشت. بعد از او آمد گفت اینجا اگر شما بیاین شما کشته میشین، ما سهر سیم خاردار میگیریم، دیوارای سیمتی میگیریم که تا امنیتتان را بگیریم، تا امنیتتان را بگیریم و تا ای سهر از طالب پاک کنیم. چیزی که بود نبود از داخل زیارت میکشید، او زیارت نبود، یک چیزی فیک خودشان جور میکرد، یک سال دو سال سرش کار میکرد، بعد از او میامد پلان خود پیش میبردن. تمام گپا یک طرف، تمام گپا یک طرف، زره خودت نواسید کواسید تا به سگایتان خود زره گشتاندین در موتورای زره، پول لوکس داشتن، دخترایتان در انگلیس و آمریکا و در هلند و جرمنی و در هر جای تحصیل کرد درس خواند، هر آن کار را که کردن نوش جانتان. ما را به طالبی که در 20 سال ما را طالب تروریست معرفی کردین، ما را به مینا چرا الا کردین؟
امیره برای ما جواب بده. خب اگر طالب تروریست می بود خمروز ما را کشته بود دیگه، ما مرده بودیم. اگر طالب تروریست می بود خمروز ما را کشته بود. شما زن اولادتان گرفتین رفتین، هر کدامتان یک طیاره را گرفته رفتین. اینه می سوال مرا کدام بی وجدان، کدام بی دین، کدام بی مذهب جواب داده میتنه می کسای کامیان از این جباد هستین. خدا را میشناسین، قرآن و پیغمبر را میشناسین. امی طالب که شما تروریست میگین، به می تروریست ها ما را کی علاقت فرار کرد از وطن؟ اینه میره خود جواب بتین یک جواب منطقی. غنی؟ خو غنی تنها نبود. ساله؟ دوستام فهیم فلانی 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 کلش جمهوریت میشه. پس اینا برادر قند، هر کسی که از این مردم دفاع میکنه، هر کسی از این مردم دفاع میکنه، نه ما مقابلشان استاد میشیم، نه مقابلشان استاد شده میتونیم. سکوری از خارج نجفین، برین در افغانستان، برو در افغانستان جنگ و طالب بکش، زنت با بابا یک نیکر بکش در بیرون. با ما چی غرست؟ تو که طرفدار دموکراسی هستی برو طالب از بین ببر، بیرقت در سر ارگ بالا که زنایتان هم لچ بگردانین. با ما هیچ ربطی نداره. برای ما بعد از این برای ما کسی که در داخل ارگ بیرقش بالا باشه نظام است. اگر تروریست خطابش میکنی، اگر تمام کره زمین تروریست خطاب میکنه، من میگم بیرق سفید در سر ارگ بالاست، اونمو بیرق نظام است. از اونمو پیروی میکنم، از قانونش، از دینش، از اسلامش، از بزرگش پیروی میکنم تا روزی که هست. نرشو برو امرایش بجنگ، ناتو را میاری، شرق میاری، غرب میاری، آمریکا را میاری، روس میاری، هر آن کسی که میاری بیار امرایش بجنگ، باز ما بفهمم که تو هم یک کاری هستی. خودش به زبان خود گفت امه ما ترکیه را تاگی بودیم، امه ما مریض شدگی بودیم، امه طالبات چار تا متاسکل گرگر طرف را تاگی و طرف را تاگی. دیدی که چار داره متاسکل این در سر تخت زنت در آمد؟ دیدی که چی رقم در خانه در آمد؟ دیدی که چی رقم پتونی تا گرفت تری رقمی تکان داد؟ خوینان برادر قند، تو خو یک شنگ نشان بده که ما بگم مارشال بودی، تو خو یک شنگ نشان بده که ما بگم برادر قند بودی یک چیزی. فقط همین امه آمریکایا آمده، خودش به زبان خود نمیگه امی آمریکا، امی افغانستان ما با 15 نفر با 5 نفر آمریکایی تسلیم کردیم. امی دوستم به زبان خود نمیگه، امی ویدیوش نیست، به زبان خود نمیگه که ما افغانستان با 5 آمریکایی با 4 تا جنرال آمریکایی تسلیم کردیم. فیلم خود آمریکا فیلم ساخته. بیاین دخترایی که در خارج زندگی میکنین، به جایی که بیری را کچ میکنی و کومه را داخل میکنی و اینجا را کش کو اونجا را کش کو، همین هر رقمی که خدا جور کنی 5 سال دوام نمیری، بعد از 5 سال اونم چیزی که هستی میشی، خرابتر میشی. بیاین کمک اینجا را عملیات کنیم کل ما شما. با والله قسم است اگر از طالب ما چی کدام خیر دیده باشم، با والله قسم است اگر در بسته خاندان ما کسی در امارت اسلامی باشه، با والله قسم است اگر بندازه یک سر سوزن اگر ما در طالب دفر داشته باشیم، یا ما از روی مطلب طرفداری کنم از طالب. از طالب صرف به خاطر اینی خوش هستم برادر قند، 3 سال است در وطن ما کسی کشته نشده. برای ما هیچ فرق نمیکنه که کی میکشت، برای ما هیچ فرق نمیکنه که کی میکشت، برای ما اینی مهم است که کشته دیگه نمیشه، کشته ها استوب شد. ای یک، در طول 3 سال تکدارای دین، مذهب، قوم از بین رفت. مرا دیگه به نام شیعه مولای ما نمیتونه کشته، مرا به نام سنی دیگه مولای ما در داخل منبر فتوا داده نمیتونه. سابق در داخل مسجد ها که میرفتیم، آهای مردم نماز نخونین مارا در جانتان میه، او مولای پدر نلد، به جای کی رقم بر ما نصیحت میکنی، بر ما بگو نماز بخون که نورانی شوی، نماز بخون که خیر بیا، نماز بخون که برکت بیا. یکشان مولا نبود، یکشان مولا نبود، یکشان عالم دین نبود، تمامشان انمی شورای نظری، تمامشان انمی خلقی، تمامشان انمی پرچمی، تمامشان انمی مردمایی که به خاطر 4 روپیه برای ایران کار میکرد، تمامشان انمی کسایی که برای پاکستان کار میکرد، تمامشان انمی کسایی که برای همسایه کار میکرد. امروز در داخل افغانستان به دینت کس کار نداره، به مذهبت کس کار نداره، دستواز نماز میخوانی بخوان، دست بسته نماز میخوانی بخوان، از این که در آزادی برای ما تو دیگه چی بده؟ اگر بازم میگم یک گپی که همیشه گفتیم بیخی دیگه تکرار شده، بیخی تکرار شده و میخوایم که بیخی هم تو دم آنقدر تکرار کنیم یک گپی که در مغزایتان بیخی حق شود. اگر شما میگین که در افغانستان دموکراسی به معنای از اینکه دخترایی که در غرب فعلا زندگی میکنین سرتان بد نخوره، هر دختر افغان و هر آن کسی که در پسوند یا پیشوند افغان در غرب زندگی میکنه، با عزت و با عفت کسی که زندگی میکنه، از ما را از مادر ما کرده برای ما پیشتر، از ما را از مادر ما، از ناموس ما کرده برای ما پیشتر. احترام هر کدامتان فرض است برای ما.
یک تعدادتان که دموکراسی سرلوچی و پایلوچی و کنلوچی را میگن، ای ارمان پدرایتان به گور برده. افغانستان خاکش، مردمش، جغرافیایش اینمی موضوع را نمیپذیره. نه تو میپذیری، نه پدرت میپذیره، نه پدر کلانت میپذیره. اینمی فرهنگ ماست. اگر تو در این فکر هستی که در افغانستان اینمی ستایل را که تو در امریکا میزنی، مویکایت لچ، یخنت لچ، نیکرک در جانت، ای را حتی در خواب هم دیده نمیتونی. کدام روز دیدی در خواب که تو در کابل با نیکر گشته باشی؟ گشت و گذار کرده باشی؟ در خواب هم حتی نمیانه؟ خاک افغانستان اجازه نمی رقم موضوع رو نمیده. باز هر آن کسی که طرفدار نمی موضوع است، در این در افغانستان بجنگین، مبارزه کنین، نظام را بگیرین از پیششان. باز هر کار را که کردین، باز امو وقت، امو ساعت، امو مسئلت. شما مردم های هستین، شما مردم هستین که در یک دستتان شمشیر، در دست دیگه تان قرآن. با شمشیر میزنین میزنین میزنین، زورتان که نرسید قرآن پیش میکنین، میگن او برادر قد ما مسلمان هستیم، کل ما مثل شبانه میریار وره. شبانه میریار یک عمر است که بر ضد طالب گپ میزنه، او روز برای ازارها پیغور میداد. چی میگه؟ دین ما یکی است، مذهب ما با طالب یکی است، نکنین که باز ما با طالب یک جای شیم، باز شما ازارها رو بکشیم. من میرقم نمیگم اینم یک دم یک رقاصه بارس مهربانی. گفتنی من فقط برای چند نفر تیک تاکی هستن که اینا از این گلون پاره میکنن، میگن که الان ایتون میشه. خودت فکر کن از روی تیک تاک هم میتونی تو افغانستان بگیری؟ برادرهایی که جمهوریت میخواهیم یا که دعوای از این دارن که باز تلفن دوزی شروع شوه و خانه از این را چور کنین، از این چیزا دیگه هست. تا می کم کم 30 سال خود از دستان چیزی نمه، تا 30 سال خواهد ما براتون گارانتی میتونم که دیگه طرف افغانستان دیگه چانس ندارن که تو پایچایتون بالا پرتین و بچه امو که تو شد و فلانی او تو شد. او وقتا دیگه تیر شد، میاین زیر قاعده و قانون اسلامی زندگی میکنین، زندگی کنین نمیکنین، در اونجا که هستین گفتن نرین دیگه. مقصد دیگه چانس مانس بر شما نیستن. اینمی گفتنی ما بود امید لالا، بسیار هم تو دلم سبک شد. خدا میگم تو را 100 سال دیگه عمر بده. همراه شما عزیز، زنده باشی بارس. یک دنیا سپاس. وقت محترم، وقت گران بایتان نمیگیرم، یک وقت خوب و خوش داشته باشی. همچنین خدا حافظ بیدارم. خدا رگهدار. ما شما خوشبختانه، خوشبختانه یک ملت هستیم که سنگ و چوب وطن ما طرفدار صلح است، سنگ و چوب وطن ما طرفدار آرامی است، سنگ و چوب ما طرفدار امنیت است. اما بدبختانه و متاسفانه 99.99% مردم ما ناشکر است. ای را بیان که بپذیریم ناشکر استیم. همی شما دخترها، همی شما زنایی که فعلا در داخل تیک تاک خود را اوپن مایند میگین، خود خارجیگک خارجیگک میگیرین، همی شما را میگم. شما در طول 20 سال نمیگفتین خدا در وطن ما یک نظام را حاکم بکنه از هر قوم و از هر گروه و از هر طایفه ای که باشه برادرای ما دیگه کشته نشوه، برادرای ما به خاطر یک تلفن کشته نشوه، پدر ما نو وقت شب که از کار میاد کشته نشوه به خاطر یک دور پیسش، یک کس تعقیب نشوه به خاطر یک لگ روپیش از بین رفته نشه. آل خوب برو سای که آل از بدخشان به میلیون ها دلار داخل خلطه پلاستیک پرتو ببر در ایراد ببر. اگر کسی تو استاد بکنه که میاس کی اساس کجا کدی ده موتر بخ برو، یه تیارم نرو، ده موتر برو. امی طالب را که ما و شما پیشی میگفتیم، امی طالب را که ما و شما به فرهنگ میگفتیم، از داخل خمیر ما تو موش پیدا کرد. 20 سال ما درس خواندیم در جمهوریت، 20 سال ما تحصیل کردیم در جمهوریت، در داخل کارخانه های کلچپزی و کیکپزی ما تو موش پیدا کرده. می طالبا همی طالبا بوتلای را که ما فانتا میخوردیم در داخل تب امام کلی بورس توالت ششته میشد او کش میشد، پس فانتا پر میشد در مارکت میبرامد. دو گوشت سگ سر ما نخورندان امی مردم. امی طالبا نامد نگفت که در فلانی فابریکا خر کشته میشد، سگ کشته میشد. ای سه سرک ما را جور نکد، خانای زورمنده و غاصبین چپه نکرد، سنگا را که در دان خانه خود هر کسی که یک چهار پا پول داشت در دان خانه خود سنگ مانده بود کوچه را بند کرده بود، امی طالب پس نکرد. امی طالب امنیت نورده برای موتو. چرا شکرگزار نیستین برادر قند؟ افغانستان ما میشه میگم افغانستان 100 مشکل داشت، از 100 مشکل فعلا 2 مشکلش طالب حل کرده، 98 مشکل دیگهش مانده. به خاطر این 2 مشکلی که طالب رفع کرده سپاسگزاری نمیکنین؟ حقایق نمیگین؟ کدام دختر، کدام بچه‌ای که زیر 30 سال است، کدامتان جنگ میخواین؟
کدومتون جنگ میخواین؟ باز که جنگ میخواین چرا در خارج هستین؟ چرا نمیرین در افغانستان جنگ میکنین؟ چرا در کون تیاره امریکایی خود محکم گرفته بودین؟ چرا در کون تیاره امریکایی زن مرد محکم گرفته بودین؟ چرا امریکایی بغلتان کرده بود داخل تیاره منداخت؟ چرا گوسفند وارد در کون تیاره در چارترهای امریکایی برآمدین از افغانستان؟ هر آن کسی که هست، هر آن کسی که هست تانه فکرش میکنی، پیغور فکرش میکنی، هر آن چیزی که فکر میکنی، هر آن چیزی که فکر میکنی، چرا برآمدین از افغانستان؟ چرا با طالب مبارزه نکردین؟ شما خو مردم صلح شور هستین، شما خو مردم هستین که مشور بخوری. ما نسل پارس هستیم و نسل فلان هستیم فلان هستیم. 400 تا وکیل در پارلمان، 400 چند تا وزارت داریم در داخل افغانستان؟ کم از کم 10 تا وزارت داریم، 10 تا وزیر، 400 تا وکیل، 412 تا، دو تا رئیس جمهور، 414 تا، چقدر معاون و مشاور و فلان و فلان و فلان. یا شکشیدگی مکمل یک کشور بود، افغانستان یک کشور، 48 کشور ناتو در داخل افغانستان بود. چرا امنیت طالب خراب میکرد سرتان؟ چرا طالب امنیت با وجودی که 47 کشور در افغانستان حاکم بود، 47 کشور حضور فیزیکی داشت در افغانستان، تو بوتانگ سر سفارت آمریکا که راکت میزدی دفع کننده داشت، راکتت مستقیم نمیرفت، تا به قدر سکیوریتی و امنیت داخل افغانستان بود. چرا طالب امنیتتان خراب میکرد؟ وقتی کل گپ سر طالب مندازین، وقتی کل گپ که میگن طالب در حضور 48 کشور ناتو در افغانستان، یک کشور هم کشور خود موتو، 49 کشور حاکم در افغانستان، چرا طالب با 70,000 نفر خود امنیت خراب میکرد؟ امروز که طالب در افغانستان حاکم است، تمام کره زمین میزنه که امنیت از بین ببره، چرا در امنیت خود در جهان سیوم است یا چهارم؟ در تمام کره زمین فعلا افغانستان سیوم است یا چهارم است در امنیت خود؟ شما خبر دارین؟ در یک گزارش هالندی بود، در یک گزارش هالندی ما خواندم، ما بازار برتان پیدا میکنم برتان روان میکنم. در یک گزارش هالندی کشور افغانستان برای مردم اهل تشیع دومین کشور است در امنیت، به خاطر امن مردم اهل تشیع در تمام کره زمین دوم است، اول ایران است، دوم افغانستان. در طول تاریخ شیعه ها در افغانستان به اندازه امارت اسلامی که فعلا حاکم است امن نبوده. باز تو برادری که توهین میکنی، باز تو برادری که دو میزنی، خواهرتان به جای خواهر، مادرتان به جای مادر، اگر با دو زدن چیز جور میشد، امروز جبهه مقاومت سر نیم کره زمین باید حاکمیت میکرد، به خاطر که 99% مقاومتی ها دو میزنه. استاد جلال خودش آمد در میدیا گفت من یک گپ میخوام بزنم، اما پیش از اینکه بزنم مطمئن هستم که مرا پنشیریا دو میزنه. گفت کم نفر به خواست یا به فرمان احمد چای مسعود چند هزار نفر در داخل چایاهو انداخته شد، زنده انداخته شد داخل چایاهو. مامای خود اینمی احمد مسعود نامد، اینمی مامای احمد مسعود یک هفته پیش آمد در میدیا گفت که اولین شهدا در دفاع از قوم تاجک، به دفاع از مردم پنشیر، در پنشیر علیه روس اولین شهدا قوم پشتون بود. گورهای دستجمعی از برادرای پشتون ما در پنشیر داره. در طول 20 سال میگه چرا نزدین؟ همی گپ در طول 20 سال مردم چرا نگفت؟ ویدیوی از بیادر مسعود امی لحظه ما برتون پلی میکنم، من می لحظه پلی میکنم برتون. ویدیوی از احمد ولی مسعود است که میگه فرانسوی را آوردن داخل پنشیر، میگه اینی نمونه زمرتهای پنشیر است، ایره به مارکت فرانسه یا به بازار فرانسه تو بکش، کوههای شما در خدمتت میمونیم. با اینمی زبان، با اینمی لحجه، با صدای خودش ما میخواییم براتون پلی کنم، بدون ادیت، بدون کت، بدون کدام چیز. برنارد هنری را احمد مسعود در خانه پدری خود در پنشیر نبرد، یک یهودی را. تاریخچه برنارد هنری را بخوانید، در تمام کره زمین یگانه کار را کرده یادم، یگانه کار را که یادم کرده، فقط تجزیه سلافروشی، فقط تجزیه خواهی، دو گروه تقسیم کردن، برازی گروه سلا داده، برازی گروه سلا داده. برنارد هنری را نبرد. نواصر ربانی که دختر، نواصر ربانی که دختر یکی از بیادارای احمد چای مسعود است، با برنارد هنری عکسش نبرامد. دختر ربانی که یک مجاهد خود را میگرفت به نام کشمش رستوران در دبی نداره، که در اون رستوران شراب هم است، کباب هم است، دختر هم است، بچه هم است، هر چیزی است. بچه ربانی همی فعلا در کانادا داد نمیزنه که خائن‌ترین کسی که در افغانستان پایسنگ خیانت ماند همی شورای نظار و جمعیت بود. از زبان خود دوستم حالا براتون یک ویدیو رو پلی میکنم، بسیار یک ویدیو نادر که در طول عمرتان نشینده باشین. سعی کنین که دوستم درباره احمد چای مسعود چی میگه. بنیانگذار بدبختی، پایسنگ بدبختی رو میگه در افغانستان، اینمی ربانی مسعود و اینه. گوش کنین. ربانی چای مسعود و سیاه و یک چند نفر دیگه که در پالیش هست،
شما در مورد جنبش طالبا چی فکر میکنید؟ جنبش طالبا فعلا بر قسمت اعظم خاک افغانستان تسلط دارند و طور که در یکی از جلسات شورای هماهنگی فیصل به عمل آمد، حمله برای یکی از طرف ها مثل طالبا و یکی از اعضای شورای هماهنگی به مسابقه حمله برای شورای هماهنگی است و اونجا تصمیم گرفته شد که هرگاه طالبا اگر مورد حمله از طرف مخالفین قرار میگیره، البته جنبش صفات شمال شورای هماهنگی به دفاع از طالبا اقدام خواهد کرد. در این مورد شما چه میتونید؟ ما با طالبا مناسبت خوب داریم، هیچ نوع مشکلی که بر طالبا هم مرد هستیم. ما مولایت بادخیف و ولایت ایراد، بادخیف صاحبای کنترل ما، ایراد در صاحبای کنترل طالبا، دو صاحب هیچ مشکلی نداریم. ما با طالبا، طالبا یک واقعیتی هست دیگره، باید هیچ کسی گوشی نکنه و بدون موجود طالبا هم صلح امنیت در افغانستان نمیه و بعضی به اصطلاح سختگیری های موجود است، گویا که دخترها به مکتب نروا، خانم ها به کار نروا، این ما یک وقت در شمال هم همه مشکل داشتیم. همین یک تازی امی اکتازی مسعود ربانی و سیاف صاحب بود که بنیانگذار و پایسنگ بدبختی افغانستان را ماندن. ایره منم میگم دوستم، میگه راجع به طالبا چی گفتنی دارن؟ میگه طالبا با ما مناسبات خوب داره، ما با طالبا هیچ مشکل نداریم. این مصاحبه را باز من لینکش در یوتیوب براتون نشان میتم، شما تا آخر ببینین. و خودش به زبان خود میگه که احمدشاه مسعود از پاکستان حمایت میشد و میخواست که از طریق ایران سلاح گرفته و بیاید داخل هرات، که هرات در کنترل طالبا بود، که اگر این کار می شد ما با طالبا هیچ مشکل نداشتیم، ما با طالبا یک جای شده با اینمی گروه می جنگیدیم. این را دوستم میگه و می مانه موضوع سختگیری که دخترها در مکتب نره. این موضوعات را ما در شمال هم داشتیم، میگه این موضوعات از شمال سرچشمه گرفته بود. خود احمدشاه مسعود خانمش در کتاب احمدشاه مسعود روایت صدیقه مسعود در کتاب زن احمدشاه مسعود برین بخونین، اولین مکتبی که مگه با دیگ بخار در پنشیر پر، اون مکتب زنش بود، مکتب خانم خود در پنشیر اولین مکتبی که پروند اینمی آدم احمدشاه مسعود بود. و میایم سر موضوع درس، سر دخترها کی تیزاب میپاشید؟ داری دخترها کی تیزاب میپاشید؟ دخترها رو داخل صنف کی مسموم میکرد؟ امروز که وقتی یک طالب یا یک طرفدار طالب به زبان انگلیسی گپ میزنه، خود تمامتان تاپیک کفر میزنین. شما خبر دارین که از دری گپ زدن کرده مسعود فرانسوی خوب یاد داشت؟ برنارد هنری را در داخل مسجد احمدشاه مسعود آورده بود، دیگه کس نورده بود. احمدشاه مسعود رفت پشت کار خود آل بچهش آورده. من اردیش برتان آل نشان میتم، هم مسعود که آورده بود هم بچهش. این آل برادر قند، شما دیگه یک زرگک اگر مرد هستین، اگر غیرت دارین، اگر بندازه یک سر سوزن، اینی رو گوش کنین. جان ایقدر که روشن فکرارا، معلمارا، ایقدر انجینرارا، ایقدر دکترارا، برادرای جمعیت ما، شورای نظار ما در بدخشان، در تخار، در قندوز، در اندرابا، در همی خود پنشه و هدایت آمیر صاحب کشته شده که امی گلبدین اما قنه کشته، چرا صادقانه گپ نمیزنن؟ خیلی تو که با مسائل ملی عقیده داری خو نکشنی روشن فکر پنشیری ده. با هزاران روشن فکر پنشیری کشته شد، در چای به هزاران روشن فکر پنشیری کشته شد. من اینال اونمو روشن فکرهای پنشیری رو ویدیوش برتان میکشم، خب که خودش تاجک، خودش پنشیری، پا کل دسرشان مسعود قطار استادش میکنه از یک سر میگه یارو بکشین، از یک سر. او میگه برادر قند از روخ هستم، از فلان جا هستم، از بازارک هستم، از فلان جای، ما را به جرم از اینکه شما طرفدار کمونیست هستین یا شما طرفدار فلان هستین ما را گرفته، ما را میگه به خدای پاک معلوم که ما چی میشیم، این حال بیادر قند توی ظلم ها را فراموش کردی، مسعود قهرمان ملی میگی. ما هیچ ظلمی از طالب ندیدیم، ما از طالب هیچ ظلمی ندیدیم. ما تاریخچه طالب هر رقمی که میخوانم، طالب گفته که از وطن ما برای ما با شما مشکل نداریم. ما در هیچ جایی نشنیدیم که طالب گفته باشه که ما دشمن علم هستیم یا ما دشمن تحصیل هستیم یا ما دشمن سواد هستیم. طالب مشکلش با غربی نمی بود که از کشور ما برای، خلاص از کشور ما برای،
اما متاسفانه بدبختانه یک جوان پیدا نمیشه، یک نفر پیدا نمیشه که این موضوعات یاد کنه، همین موضوعات بگه. فقط اینم یک گپ یاد گرفتیم، فقط اینم یک گپ یاد گرفتیم که اوغان فلان است و اوغان فلان، اوغانی رقم، اوغانی رقم. با والله قسم است، اینقدر گپ را که ما شما برای اوغان گفتیم در طول نمیقدر وقت، اینقدر گپ را که ما سر اوغان گفتیم، بر سنگ میگفتی سنگ میکفی، یک روز اوغان نگفت ازاره گفته دو زده باشه، یک روز اوغان مستقیم تارگت نکرد تاجیک، یک روز اوغان نامد مستقیم یک سمت تارگت نکرد. مگم شما در طول نمقدر وقت آمدین فقط اوغان 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 اوغان، هر چیزی که از دانتون برامد برش گفتین. ما یک ویدیو دیگر رو میپولم. اینه ناتو را که در افغانستان خواست، یکی میگه کرزی، یکی میگه اشرف غنی، یک نفر دیگه آمده بود میگفت ظاهر شاه داود خان ناتو را آورده بود. ناتو که در افغانستان آمد اینه، ولی ما در توافق بون، در اجلاس بون توافق کردیم که برای تامین امنیت قوای حافظ صلح بین المللی وارد افغانستان شوند و ما ایره یک شرط اساسی برای تامین صلح در افغانستان میدن. فکر کنم که یک قسمت محدود قوای حافظ صلح بین المللی قبل از تاریخ 22 مراسم رسمی انتقال قدرت وارد افغانستان کرد. در استراتژی نظامی شورای سرتاسری یک تعداد نقاط عملیاتی در ولایات مختلف افغانستان من جمله صفحات شمال تعیین شد. خوست، خوجه‌غار، خان‌آباد، قطع از بین بردن پایه‌های برق در سروبی و امثال اهداف از جمله اهداف و نقاط عملیاتی بود که در استراتژی نظامی شورای سرتاسری گنجانده شده بود. به خاطر تطبیق این استراتژی شورای نظام در اوایل سال جاری اجلاس ششم خود را به اشتراک مسئولین و قماندانان 13 ولایت صفات شمال افغانستان دایر ساخت و به این به تصویب رسید که عملیات ها بر ضد رژیم کابل در سرتاسر قلمرو شورای نظام مطابق به استراتژی شورای سرتاسری شروع شود. به این منظور مجاهدین شورای نظام با اشتراک تنظیم های برادر دیگه که در منطقه وجود داشتن آمادگی خود را برای اجرای یک سلسله عملیات ها گرفتن. ولی ما در توافق بان در کدام عملیات ها؟ کدام نظام مرکزی؟ کدام نظام کابل؟ در قانونتان، در مقرراتتان، در تصمیم های شورای نظام ای بود که قطع پایه های برق در فلانی و فلانی و فلانی جای، چقدر پایه برق پرانده باشن، در این فجارات چقدر مردم کشته شده باشه، چقدر مردم بیگناه کشته شد، جواب زیر کی میتن؟ تو امروز زیر قهرمان میگی سایک برادر قند، بیاین اما تو مردانوار پیش خود فکر کنیم. با وجود نمیقدر ظلمی که در افغانستان شد تمامشان لقبای قهرمان و شهید صلح و فلان و فلان و فلان گرفت، آیا منطقی نیست که ما برای طالب یک 10 سال وقت بدیم؟ آیا مردانوار نیست که ما برای طالب یک 10 سال منطقی وقت بدیم بگیم بیا در قند؟ یک 20 سال اینا خوردن چور کردن هر کاری کردن، یک 10 سال مردانگی و کاکگی تو را میبینیم که تو چی میکنی. از این ویدیو زیاد است پیش ما، مثلا اینیش از ایگو یک گام شجاعانه و با اهمیت است که در شهر مسکو پایتخت یکی از کشورهای قدرتمند جهان و کشور دوست افغانستان قهرمان ملی با 5 نفر مبارزه را شروع کرد، روس را شکست داد، به چشم میره در روس میشینه میگه کشور روس یک کشور قدرتمند جهان دوست افغانستان. من نمیفهمم که طرفدار مسعود چیم در اینجا یا طرفدار بچه مسعود چیم. طالب و باند جایش، طالب و غنی و کرزی باند جایش. مسعود روس شکست داده، بچهش میگه مسعود یک کشور روس، یک کشور دوست، یک کشور قدرتمند، یک کشور دوست ما. ما میخوایم که کمک کنه که ما علیه رژیم طالبان بجنگیم. غرب آمریکا همیشه در بیانیه خود گفته که غرب طالبان را سپورت کرده تا به قدرت برسه، خودش در غرب از این خانه دو خانه از اون خانه دو خانه نه در آمریکا ویزش هم رد شد. پس وقت غرب سپورت میکنه آمریکا را کجا میدوی هر طرف هر طرف خیزک خیزک میزنی؟
و برای تمام دوستای اینجا دیگه افغان نیشن برادرم شیشتا بسیار بد معلوم میشه که من این گپ بزنم، شاید هیچ خوب معلوم نشه، ولی من از تمام دوستام عذرت میخوایم. پشتونایی که طرفدار نمی نظام نیستین، شما مثل اونم مرچه هایی هستین که باز بال میکشه. مرچه که مگه گومیش برامد بال میکشه. شمایی که طرفدار از این نظام نیستین، ما در قدم اول مسلمان میگم، در قدم دوم افغان میگم، باز به قومیت که میرسیم خصوصا قوم پشتونی که مخالفت با این نظام میکنین، شما باز مرچه هایی هستین که بال میکشین. اینی روزتان یادتان بیاره. چشوندی کلی پری کشا خیدلی پرزوانانو چی مشوبی تردلی. یادتان آنوزو روز بیارین که مگم ما انگلیسی رو نمیفهمم، اوزو گرفتیم بخاطر رضای خدا میرم نماز میخوانم، نفر کده مرمیده فرقش میزنه الاش میکنه سیس. یادتان آنوزو روزم بیارین. ما از این ویدیو اکچند دیگه هم براتان نشر میکنم، اینی ویدیو دیگه هم براتان نشر میکنم. افغان نشن برادر مهربانی شما صحبت کنین تا ما ویدیو رو پیدا کنم. تشکر آقا صاحب گرامی. من بسیار خوشحالم هستم که شما مخاطبین تانه و میمانای تانه عزیزایی که به این صفحه مجازی شما گوش میتن میبینن و میشنون، شما حقایق با دلایل با منطق با شواهدی که از خود از این جنایتکارا باقی مانده ای حقایق بیان میکنین، تحلیل و تشریح میکنین. من خداوند شکرگزار هستم که فرزندای صدیق مانند شما در یک خانواده شریف تولد شده و جامعه تقدیم شده و شما حقایق بیان میکنین به امو لهجه و طرز عامیانه که جوانای عزیز و نسل آینده به او میدانن و میفهمن. و ما درباره از این بچگه که شورای نزار میخواستم که خدمت شما وزیرین گرامیتان میمانای گرامیتان عرض کنم که شما قبلا گفتین ویدیویش ماندین که در ماسکو میگه که در کشور بزرگ و دوست شوروی و ماسکو، و شما پرسان کردین که شما پدرش قبول میکنین یا راستیشه یا پسرشه. ما شما یک مثل داریم در افغانستان، آغاز به گرامی میگه راستی را از اشتق بپرس. ای راستی ری بچه میگه این هدف پدرش تعقیب میکرده. ای پدرش همون مایدی را که در پنج شیر کرده بود که ما شما ویدیوهای از او را داریم و ما او را اسناد جور کردیم که اسنادهای بسیار زیادی از صوتی و ویدیویی از خود پدری از اینا که او با روزها مایده امضا کرده بود و میگه به اون ویدیو که ما روزها دیگه در پنج شیر مردم استفاده نمیکنه، دو پوسته خود مندازن، با ما کار نداره، اینا در امیجا موترایشان می باشد تا بالا میرن و غیره. و در مورد موضوع پالیسی شورای نزار پیشتر شما یک ویدیو رو ماندین که یک جنایتکار دیگه به نام قانونی او تحلیل میکنه پالیسی، گویا پالیسی شورای نزار پالیسی و استراتژی داشته. بله، استراتژی از اینا ای بود که نظامی 300 ساله افغانستان از بین ببرن. استراتژی از اینا ای بود که سلاح‌های خفیفه و ثقیله افغانستان به مملکت به نام ایران بفروشن که او سلاح‌ها امروز در مابین سومالی از او استفاده میشه، در مابین یمن از او استفاده میشه. این خود روسا برای ما و شما میگه. استراتژی از اینا ای بود که طیارهای ملکی افغانستان که در میدان هوایی هرات، در کندهار، در ولایت بلخ، در ننگرهار، در کابل بود، این طیاره‌ها را چون ایران تحریم اقتصادی شده بود از طرف آمریکا، این طیاره‌ها را بر ایران بفروشن که اونا ازش پارت استفاده کنن برای صدها و هزارها طیارهای خود که در مابین ایران داشتن. این پالیسی از اینا بود. این پالیسی از اینا بود که در مابین کابل چون خانواده‌هایشان نبود، فامیلایشان نبود، مادرها، خواهرها ای خانواده هایشان نبود، اینا کابل را بمبارد کنند. اینا تیاره های هلیکوپتر را بالا کنند، بمای بیلری را در سر دشت برچی پرتند، در سر کارتیچار پرتند، در مابین سیلو بمای بیلری را پرتند، اینا سر مردم بیچاره و بیگناه و بیسلاح و بیدفاع. اینا ای استراتژی از اینا بود آقا صاحب گرامی. اینا استراتژی از اینا بود که بند نقلو را بزنن
روز از دولت پیسه می گرفتن، شب از دولت از آیسای پاکستان. این استراتژی از اینا بود. ما آغاز با شما و از بینندگانتان خواهش میکنم آغاز بگیرم، چون شما مختل هستین، دخیل هستین در موضوعات اجتماعی سیاسی و حتی بعضی موضوعات دینی و اسلامی افغانستان. از شما خواهش میکنم جدا که یک پروگرام جور کنین درباره این مائده ها. چرا مرا دعوت کرده بودن هفته گذشته، من که از سفر آمدم، شخصی به نام فکر کنم به نام جسور یک آقا نام داره، دوستا دعوت کردن، گفتن که استاد یادم زیاد صحبت میکنه، اضافه ستانی میکنه و خود قانوندان میدان، اگه شما هم چون در قانون بلد هستین بیاین با اینا مبحث داشته باشین. ما با این آقا یک بحث بود، با اینا صحبت های مرا گوش کردن و در آخر اینا نوشته هایی داشتن و نوشته ها را خواندن و بعد اینا رفتن بر دوران مائده ها که مائده های ننگین توسط خدای نخواسته سران قوم شریف پشتون امضا شده و تاریخ های از اونا را میگفت و مائده ها را با انگلیس ها میگفت که ما نامردی کردیم و قوم شریف پشتون در افغانستان خیانت کردن. ای گپا ما اینا که ختم شدن، من از میزبان صفه اجازه خواستم، باز من مائده های از اینا را گفتم آقا سب و ما شما میخواییم که در بایده مائده های ننگینی که اینا امضا کردن شما باید ایره بررسی کنین، مائده ننگینی که در پندی و پشاور امضا شده شما ایره بررسی کنین سب، مائده ننگینی که در سعودی در قرآن اینا امضا کردن ایره باید بررسی کنین سب، مائده ننگینی که در جبل سراج امرای دکتر نجیب کتی اینا امضا کردن که مائده جبل سراج نام داره که حضرت صبغت الله مجددی شورای نزار اینا امضا کردن، درباره از او صحبت کنین، مائده ننگینی که در بن اینا امضا کردن درباره از این مائده ننگین شما صحبت کنین، مائده ننگینی که با کرزه اینا در بگرام امضا کردن درباره از این مائده ننگین شما صحبت کنین سب. ما بر از این آقای به نام جسور اسمشان نمیدانم کی هستن، بر از اینا خدمت عرض کردم که برادر مردم شما در مائده های تخیلی و خیالی و خوابی میبرین به صدا سال گذشته که تیر شده که نه شما بودین، نه ما، نه پدرای ما، نه پدر بزرگای ما حیات بوده، لیکن ما شما را به مائده های میبرم که ما و شما حیات بودیم، ما و شما دیدیم، ما و شما شنیدیم و ویدیوهای از او وجود داره که اقشار و ازبها و رهبرای شما چه نوید مائده های ننگین اینا با دشمن های مردم افغانستان امضا کردن. و خلاصه صحبت میکنم به این که اگر شورای نظاری ها و حزب جمعیت ها اینا دموکراسی میخواستن، آقا سب گرامی حاجت نبود که به فرانسه و بلندن و با امریکا و اروپا میرفتن. تاجکستان بهترین مملکت دموکراسی است بر از اینا، چرا اینا نتونستن زندگی کنن در مابین تاجکستان سه؟ اینا اگر بهترین مملکت اسلامی میخواستن که اینا زندگی کنن در چهار طرف افغانستان، ایران بهترین مملکت اسلامی سه، چرا اینا نتانستن در ایران زندگی کنن؟ با ایران اینا رشته های نهایت سیاسی و دینی و جبهی هم داشتن، اینا چرا نخواستن در مابین ایران زندگی کنن؟ امو آرگاه، امو بارگاه، امو موترا و امو رقم امنیت، اینا نفرای دور از شما و حاضرین گرامیتان باشه، این نفرای دزد و رهزن و اختطافچی و موبایل دزد خود در تاجکستان و ایران نگاه کردن که گاهی گاهی اینا بیان به لباسهای مختلف داخل افغانستان شهر مردم افغانستان مختش بسازن و نظام اسلامی انسانی و افغانی را که امارت اسلامی افغانستان ایجاد کرده به خون شهدای کرام ای را متزلزل بسازن، ای مردم نادان در مابین تاجکستان و ایران نگاه کردن که گاهی گاهی به اساس پول اینا را داخل رای کنن، از اینا استفاده کنن، خودشان در ممالک غرب در بهترین دموکراسی اینا زندگی میکنن آقا سب، در بهترین محافل اینا میرن. ما قصه ها و افسانه ها و حتی بسیار موضوعات را قصه کردن دوستا که عینا دیدن از همین خانواده ها، ما ایره طولانی نمی سازم، مردم گواهی از این هستن، مردم خودشان میبینن سب اینا را که در اروپا و در امریکا اینا چی زندگی دارن، از مسعود اندرابیش گرفته تا خانواده آقای وردک که در مابین کالیفرنیا زندگی میکنن. پیشتر از میترا یاد کردین، دختر عطا، آقا سب شما آگاه هستن که میترا دختر عطا در ویرجینیای امریکا با کسی به نام انجینیر رحیم که از خانواده از این هاست که یکی از مامایش است در امریکای دختر تحصیل کرده. شما آگاه از این هستین که زبیر مسعود بچه زیا مسعود در مابین هندوستان نظامی تحصیل کرده.
دو تا بچه عطا در مابین لندن رفتن از جای ازی که اینا انجینری بخوانن، دکتری بخوانن، که مردم خدا اینا بتانن تقویه کنن از نگاه طبی. این دو پسر آقای عطا در لندن رفتن، اینا مکتب نظامی خواندن، اینا اولادای خودن. بچه آقای صالح در سان دیگو کالیفرنیا رفت قوای بحری امریکا را شامل شده بود، نظامی خواندن. اینا آنقدر مردم گمراه بودن که نتونستن اولاد خود را راهنمایی درست کنن. آقا سه بگیران بفرمایید شما. قربانتان، تشکر. دقیق، من فقط یک خبر بد براتون نشر میکنم و یک خبر خوش. خبر بد خود متاسفانه یا بدبختانه از یا خوشبختانه بگه مزال نیست، از اونم گذشته بود که در اونم گذشته دفن شد رفت، و خبر خوشم فقط این لحظه بر ما رسید که من تا خوب مطمئن شوم بازی رو براتون میگم. این چیزها را ببینین که یک ذره غیرتی شوین، یک ذره غیرت کنین. خب غیرت به این نیست که زنده باد غنی، زنده باد کرزی. کرزی فلان بهترین زندگی را داره، هر دقیقه که بخواد زن اولاد خود در آمریکا میبینه. غنی هم نمی فلان قدر پیسه داره که مثل موتور داتای مثل موتور ددان درازه خود عسکر هم نمیگیره، اینقدر پیسه داره. خب زنده باد به او، زنده باد مرده باد به او نمیشه. یک ذره غیرت کنین که آمریکا در داخل خاک ما عاجزه ما شما رو تلاشی میکرد، و شما امروز آمدین در غرب و حالا طالب شوله شده. طالب امی هر کسی که من نمیگم، خور دوستای عزیز زیاد زشت نمیگم، باز بخاطر که من چم وجدانم خوب نیست، زیاد زشت نمیگم. امی شما یک طرفدار طالب نیستین و طالب بد میگین. بخاطر بدی طالب دو دلیل منطقی بگو، دو دلیل منطقی طالب را بد ثابت بساز. اگر تو میگی وطن در اشغال نبود که بود، اگر تو میگی که در افغانستان لیست 4000 تقریبا 800 تا مکتب ما بر میمانم در صفحه خود، لیست 4800 مکتب در طول 25 سال 2000 دانه مکتب فعال تو بر ما در سر تا سر افغانستان نام میگی، من دیگه از طالب گپ نمیزنم. 3.5 لک اردو داشتی تو، 1.5 لک شبر ما لیست بده، من دیگه در تیک تاک به نفع طالب گپ نمیزنم. 3.5 لک اردو لیست داشتین، ماش خور، 3.5 لک اردو ماش خور بود، 1.5 لک شد تو برای من نخت کن. بیاین دیگه، بیا در حقیقت که میگین اینی رقم بگوین، وقتی گپ میزنین اینی رقم گپ بزنین. طالب خو امروز از نوامیس ما، از جغرافی ما، از خاک ما دفاع میکنه، از تمام سرزمین به نام افغانستان دفاع میکنه، و هیچ کس را هیچ گپی هم نزده، هیچ کس رش تاپی هم نزده. خانه پدرشان آباد که آمد یک گپ عمومی هم اعلان کرد. 25 سال اونا شهید دادن، ما گفتیم تروریست. امروز در قدرت هستن، امروز در قدرت است. دست خود سر تمام مردم افغانستان کش کرده و تمام مردم افغانستان گفته که شما در راه بد روان بودین. شما از اشخاص طرفداری میکردین، شما از طرفدار افرادی بودین که در روز بد تنهای تنمان رفت. ما و شما دور از فکر اماراتی، دور از فکر اسلامی، دور از فکر کمونیست، در فکر انسانیت یا گپ برتون میزنم، در افکار انسانیت. ما خو میگم که روز بد هر کسی که به دردم خورد اونم برادرم است، اگر او پشتون باشه یا بخی هندو باشه، بخی یهود باشه، در روز بعد کسی که به دردم خورد اونم او برادرم است. 20 سال تو یک گروه را یا یک کسی که از خود نظام اعلان کرده بود، 20 سال تو تروریست بگو، روز بعد 15 اگست بر ما تو بدترین روز بود، بدترین روز بود. دگو برادر خان، از کون تیاره گرفتم خود انداختیم، از کون تیاره خود گرفتم انداختیم، باش که از افغانستان برایم. هیچ کس معلوم نبود که کی در کجا هست، هیچ کس معلوم نبود که کی در کجا هست، چطور میشه. همه کلگی را تکلیف روانی گرفته بود. مگم در روز بعد طالب آمد گفت طرف عمومی هیچ کارتان ندارم، در پالیو ازی که هیچ کارتان ندارم اینی نمبرها را بگیرین، به اندازه یک سر سوزن کدام ریشکی یا کدام لنگیدار برای شما مزایمت میکنه، فقط به این نمبر تماس بگیرین. در ظرف یک سال کنترل افغانستان قسم گرفت که در یک سال اول در تمام دنیا خود معرفی کرد که امنترین کشور در کره زمین. در یک سال امنترین کشور در کره زمین. هر طرف 32 ولایت افغانستان دلت به تیاره میری، دلت به موتر میری، آزاد گشته میتونی، آزاد رفته میتونی.
ما از این بچگکایی که سر و سالشان 25 الا 30 سال است و ما هم سن و سال خودم است، ما بر از اینا گفتنی دارم. برادر قند، در خانه‌ت از عاجزه هایتان، از سیاسرهایتان یا از خانما، از طبقه خانما، در خانه‌تان چند نفر طرفدار دموکراسی است؟ از خانمایتان در خانه‌تان چند نفر دوست داره چادر نپوشه؟ چند نفر دوست داره حجاب نپوشه؟ در 84 نفر چند نفر طرفدار دموکراسی است؟ زنایتان برای من مثال بتین، کی دوست داره در خانه، کی دوست داره زنایشان به حجاب باشه، یا مویش لوچ باشه، یا سرش لوچ باشه، یا یخنش؟ سعیز در 84 نفر یک نفر نر نمیشه، یک نفر مرد نمیشه، نه در زنتان نه در مردتان. مگم دموکراسی گفته جانتان برامد؟ دموکراسی 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 برای ما یک دو نفر دمیجا بیا درخواست بتبه بالا میرم شان. دو نفر اگر دموکراسی رو به شکل صحیح به شکل درستش تعریف بکنم، دیگه از طالب طرفداری نمیکنم. دو نفر برای ما دموکراسی رو تعریف بکنم، من چی نمیکنم، از طالب دیگه طرفداری نمیکنم. برای ما ثابت بساز، برای ما ثابت بساز، برای ما ثابت بساز که دموکراسی با اسلام در تکر نیست، من دیگه از طالب طرفداری نمیکنم. فقط نمیقدر برای ما بگو که دموکراسی با اسلام تکر میکنه یا نه. اگر با اسلام تکر میکنه، مجبور هستیم که دین اله کنیم، پشت دموکراسی رو بگیریم. اگر نه که تکر میکنه دیگه، پشت دین باید ما اتماکن بگیریم. با ما چقدر است که دموکراسی چی داره چی نداره؟ از انمی اکثر بالا میرم، خدا کنه که دو نزنن، به خاطر که بسیار زد کلا گرم است که بیا نو دو شروع میشه و بالاخره ما نهایت کنترل خدا میکنیم که دو نزنن. دو نزنین، یعنی من میارم یکی که بالا میرم. سلام علیکم برادر. خوش آمدی برادر، میشنوی؟ دوستایی که بالا میارم اتون، یا اینترنت تون ضعیف است، یا از وقت در درخواست دیر ماندین، درخواست هایتون رو بگیرین پس دوباره درخواست بدین. هر کسی که میخواد بیاید درخواست هایتون رو بگیرین پس دوباره درخواست بدین. یک تعداد نامایی که زال شار زدنی شار، شما با دمپان باشین بیادر هیچ درخواست ندین. من میل درخواست هایی رو میبینم، یک تک زال شار درخواست دادن. شما هم زال های شار در دمپان باشین. ما را تیر 20 سال زال شار بود، خیلی ندیدیم از زال شار و پدر شار. آقا سب گرامی، من خواستم امی به معنای دموکرات امیر خدمت شما و میمانای گرامی تا نرس کنم. مهربانی. دموکرات از دو حرف جور شده که حرف ancient greek است، یعنی از گریکا، از زمان و وقت سقراط است، اختراع سقراط است و شاگردشان افلاطون این کلمه را به همین مقطع اینا پیش بردن، مردم یونان قدیم، که دموکرات یعنی قدرت، قدرت مردم. دمو مردم، کرات قدرت میگن، قدرت مردم. دموکراسی یعنی قدرت مردمی. به این لحاظ اینا پیش رفتن که تا امروز ایرا شما میفهمین که انگلیسی از زبان لاتین و از زبان عربی و از زبان انشن گریک و تا جای هم از زبان تحت لفظی های عربی اینا بخشایی را گرفتن که از این انگلیسی جور شد که اینا استفاده میکنن. و زیادتر است از ancient Greek، از یونان قدیم است، که کلمه democrat به نام قدرت مردم یا دموکراسی یا قدرت مردمی از اوج نشأت میکنه. امروز در افغانستان مردم بعد از 45 سال تانستن که دموکراسی واقعی را که مردم بر دین خود، بر مردم خود، بر اجتماع خود، بر امنیت خود و خصوصا بر حفظ ناموس خود، برای حریم خانه و خانواده خود اینا قبول کردن که امارت اسلامی افغانستان. دانستن که اینا مردم جایز، مردم با عدالت، مردم با انصاف هستن. چرا؟ کسی که امنیت و عدالت نتانه تأمین کنه در سر تا سر یک مملکت،
اونا حکومت کرده نمیتونند. اینا ببینین که با 52 مملکت آمدن، عدل و انصاف و اینا نبود، عدالت تطبیق کرده نمیتونستن، امنیت گرفته نمیتونستن، سرحدا باز بود سه، امنیت به شورای ولایتی و ولسوالی وجود نداشت. شما چی خواستای فکر میکنین به سر تا سر افغانستان آغاز بگیرون؟ به اول از دموکراسی واقعی فلحال در افغانستان شما میبینین، ما شما دایا شورا را گذشتاندیم، ایدها را گذشتاندیم، اقوام شریف که در مابین افغانستان است، اکثر مجاهدین کرام که در شهر کابل است و دیگه ولایات اینا میگردن شوها و روزا بدون معاش با معاش اینا پیره میکنن، در سرکا میگردن با نمو سروست، اینا اکثرت از اینا به زبان دری صحبت میکنن با همگی به بسیار یک لهجه خوب، به بسیار یک روش خوب. این معنی دموکراسی است، این معنی آزادی است، این معنی است که در قرآن برای ما شما گفته شده و هدایت شده از طرف پیغمبر گرامی ما شما محمد رسول الله فخر بنی آدم سه. این مردم باید الهام بگیرن، سردار سر من، این عزیزا و این جوانایی که گمراه شدن اینا میرن به خواب و خیاله که پدرای از اینا موترای زره داشت، خانه های دزدی داشت، زمین های دزدی، در پایان خانه ها زندان ها جور کرده بودن. امی عزیزا و دوستایی که در امی اروپا و امریکا، کانادا و استرالیا زندگی میکنن، امینا بگوین که یک نفری که در پارلمان کانادا، امریکا و اروپا زندگی میکنه در پایان خانه خود زندان داره؟ این چی نوع دموکراسی بود که اینا در افغانستان آورده بودن که خودش وکیل پارلمان در مابین خانه خود زندان جور کرده بود؟ این زندان برای کی جور کرده بود آقا صاحب؟ آیا یک نفری که در پارلمان انگلیس، فرانسه و آلمان، آمریکا هست، این رفته میتونه که در بانک مرکزی و از بانک مرکزی 17 میلیون دلار بکشه در دو موتر در میدان هوایی ببره و این ببره طرف ایران؟ آیا کسی این کار کرده میتونه در پارلمان اروپا، آمریکا، کانادا؟ این چی نوع دموکراسی بود سه؟ این چی نوع دموکراسی بود که یک مجرم گرفته میشه، یک جنایتکار، یک طفل نادان، یک طفل بی ادب، بی تربیه به نام حسیب که او قربان نام قوای مرکز میشه، ای در زندان پلچرخی زندانی میشه، اما در زندان بر از این قالین فرش میکنن، بر از این ساز میارن، سازنده میارن، بر از این پسر میارن که بر از این برقصه با این بخوابه. این چه رقم دموکراسی بود سه؟ این چه نوع دموکراسی را اینا برای مردم تحلیل و تشریح میکردن سه؟ عبدالی صاحب گرامی، باید این جوان آگاه شوند، اینا دیگه بر راه پدر خود تعقیب کردن، ببینن که کدام راه حق بود، کدام راه باطل بود. اینا نخواهند که خودم به مو گودال نیستی که پدرهایشان هاری پت است در امی اروپا و امریکا، کانادا، استرالیا. من فکر نکنه که پدرهای از این آزادانه گشته بتانه. من برتان اطمینان میتونم عبدالی صاحب گرامی، آقا صاحبی عزیز، من میفهم که پدرهای از اینا آزادانه در محافل افغان ها رفته نمیتانه، در امی عروسی و فاتیه و اینا رفته نمیتانه، به خرید سودای برنج و گوشت و غیره رفته نمیتانه. میفهمه که جوان افغان آداس یخنش میگیره، میفهمه که دختر و زن افغان آگاز با غیرت از یخنش میگیره. اینا غیرت ندارن سه که در امی خارج هم بگردن، در امی دوبای بگردن سه. من یک ماه پیش در امی جا بودم، در امی شارجه، دوبای، ابودبی بودم سه. من یکی از اینا رو نمیبینم، در بهترین جایش ما بودیم، من نیافتم امینا رو سه. امی رستوران کشمش که شما میگین سه، امی صلاحالدین بی غیرت که دمو هتل آریان هتل در شارجه جور کرده 28 منزل است که به زودی ان شاء الله رحمان ما شما شاهد خواد بودین آقا صاحب که موضوع ازی جایی را که اینا خریدن در دبی و در ترکیه موضوعات قانونی در جریان است که دولت ترکیه و دبی ان شاء الله در این همکاری خواد کرد که این موضوعات، این پول ها، این سرمایه ها معلوم میشه بنیادهای از اینا. اونمو تو که از سال 2011 تا 2019 7 بیلیون دلار آمریکایی رو در ترکیه آوردن افغان، 7 بیلیون آوردن. اینا رو کی آوردن؟ اینمی دالمارا، اینمی مریضا و جنایتکارای مانند دوستم و مانند رئیس پارلمان افغانستان و مانند عطا و غیره و از اینا آوردن سه. اینا جواب داده نیستن آقا صاحب گرامی. من از اولادا از اینا خواهش میکنم با پدرای خود مصلحه کنن، اولادا بتونه پدر اصلاح کنن. حالا وقتی از این رسیده سه که اینا پدرای خود اصلاح کنن، بعدل و انصاف اینا رو قانع بسازن. شما بفرمایید. من آقا صاحب گرامی، صحبت های آخرین بود، اگر اجازه شما و میمانه گرامیتون باشه، من از حضور مبارکتان مرخص میشم. انشالله تا صحبت آینده شما و خانواده شریفه و میمانه گرامیتون به حضرت حق میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. السلام و رحمت الله و برکات.